سلسله دروس روحانیت کتاب مقدسی. درسی که امروز به یاری رودوس شروع خواهیم کرد اسمشو گذاشتم روحانیت کتاب مقدسی. همه ما میخواییم که شخص روحانی باشیم و ولی ببینیم ملاک چیه، اونایی که از کتاب مقدس چه برداشت ما میتونیم بکنیم، برداشت درست از کتاب مقدس که نهایتاً به روحانیت اصیلم خط پیدا بکنه منتهی بشه. یک نمایش نام نویس فرانسوی رومانی هست به اسم یوجن یونسکو که حرف قشنگی زده، میگه توضیحات اضافی ما را از حیرت و شگفتی باز می‌دارد. یعنی وقتی میایی یه چیز رو خیلی میخوای توضیح بدی، اون هیبت، حیرت، آب انگلیسی میگن، اون شگفتی که ازش میخوای لذت ببری از بین میره. و این در مورد تفسیر کتاب مقدس هم صادقه. نیاز امروز ما افراد تغییر یافته هستن، کسانی که زندگیشون عوض شده، نه کسانی که برای همه سوالات در آستینشون پاسخ دارن. درد ما اون نیست. کتاب مقدس الهیات، یعنی اونایی که از طریق الهیات میخوان کتاب مقدس رو تفسیر کنن و اینها، خیلی اومدن لفتش دادن کتاب مقدس رو و اونقدر انگولکش کردن که ما از کلام خدا خوندن و لذت بردن و حیرت کردن غافل میشیم. کتاب مقدس برای دادن اطلاعات به ما نیست، بلکه ما را به حیرت آوردن، اون کار کتاب مقدس و عوض کردنمون و عوض شدن و تغییر یافتن لزوما داشتن اطلاعات زیاد نیست. به همین خاطر اگه الهیاتی که امروزه تدریس میشه، کتابایی که نوشته میشه، بیش از حد هی بخوان کتاب مقدس رو سینجیمش بکنن، ما نمیتونیم به این حیرت الهی، به این شگفتی، به این ابهت برسیم. دنیا از عقاید جدید نمیترسه، بلکه از تجربیات جدید و عوض شدن مردم هست که میترسه. ما کتاب مقدس را به یک سری عقاید که دائم از پاداش و جزا صحبت میکنن در آوردیم. مثل کتاب مقدس فقط برای همینه که کار خوب کرده بهش پاداش بده، که بد کرده بزن تو سرش بفرستش جهنم. حیفه کلام خدا رو اینجوری به این شکل در آوردن، حیفه. در حالی که انجیل نگاران، خود پولس در رسالاتش وقتی صحبت از انجیل میکنن یعنی خبر خوش. کجا رفته اون خبر خوش؟ عیسی از ما میخواد با فکر کودکانه، با خواندن کلام حیرت کنیم، لذت ببریم، کیف کنیم. اما انسان این حیرت و شگفتی رو مثل که دوست نداره. میدونین چرا؟ چون قابل کنترل نیست.
انسان به خاطر ایگویی که داره میخواد همه چی رو کنترل کنه، حتی خدا رو، و بگه که خدا این شکلیه. و برای این کار از کتاب مقدس آیاتی بغل هم دیگه میچینه و میخواد یه جوری خدا رو بذاره توی این جعبه و به خورد ملت بدن. عقاید مردم پیش از مسیح درباره خدا طور دیگه ای بود. خدا خیلی ترسناک بود. از این رو هر وقت خدا به مردم ظاهر میشد در عهد عتیق، اولین کاری که خدا میکرد میگو ببین من اومدم، ولی نترس، ببین میخوام دو کلمه با صحبت کنم، نترس. امروز هم همینطوره. مثلا یه جایی وقتی مثلا منو میبینن که به شکلی میفهمن کشیشم، الان تو اون یه عقدی داشتم انجام دادم اومدم، مردم یه جوری خودشون رو جمع میکنن مثل که باید بترسن. حالا فکر نمیکنه من یه آدم نرمالی هستم مثل خودشون. به همین خاطر در عهد عتیق همیشه اولین چیز قبل از اینکه پیامی خدا به کسی بده، اولین که ببین نترس، بیشین سر جات، یهو قش نکنی، بذار من میخوام یه چیزی بهت بگم، حالا میخوام یه خبر خوبی بدم. ولی شاید بچه ها که از کودکی یاد میگیرن همیشه رضایت پدر مادر رو جلب بکنن، و این در نهاد همه ماها هست، بزرگم که میشیم همینطوره، آیا پدر مادر از ما راضین؟ و همین سبب شده خدا رو هم به این شکل نگاه کنیم، همیشه باید خدا رو راضی نگه داریم. خلاصه این فکر تو کله ما هست. تنها رایی که خدا میتونست این عقیده غلط چیره بشه، تنها راش این بود که عیسی رو بفرسته به این دنیا، بگه من اینم، نترسید، من اینم. ببینید عیسی رو؟ عیسی گفت اگه منو دیدید پدر را دیدید. نه، در قدیم خب موضوع قربانی بود، مردم قربانی ها میکردن. حالا درست قربانی امروز اونقدر مطرح نیست و اینا، ولی الان هم باز مردم احساس میکنن به خدا بدهکارن، یه چیزی باید بدن، بالاخره باید جلب رضایت خدا رو بکنن. خدا حالا هیچی نمیگه، ولی مردم هی میخوان یه جوری یه کاری بکنن که خدا اونا رو دوست بداره. خدا با آنچه ما فکر میکنیم خیلی فرق داره. نمیدونم خدا کیه، ولی اینو خوب میدونم که اونی نیست که ما فکر میکنیم. فکر کنم خیلی محبوب تر از اونه که ما ازش هی بترسیم. خدا خبر بد نیست، خدا خبر خوشه، انجیله. خدای اسرائیل و خدای عیسی، در واقع خوب نگاه کنیم میتونم بگم 5 تا صفتی که داشتن، صفتهای بارز: رحیم، فیاض، امین، بخشنده و مهربان، پر از محبت. اما کسان اینو میپذیرن، این چیزی نیست که چون تا من اینو میگم میرن سراغ این پس چطور خدا در عهد عتیق فلان مردم میزد، مجازات میکرد. اینو که من میگم گفتنی نیست، تجربه کردنیه. یعنی کسی که خدا رو اینجوری چشیده فقط میتونه به من بگه آمین برادر سارو. به غیر از این، دین مسیحیت به صورت مراسم خشک، صرفاً اخلاق گرا، یعنی همش برای اینه که خدا، یعنی انسان چه کار خوب میکنه چه بد میکنه، چه خوبه چه بده، و یک چیز آموزه‌ای، داکترین، و یک چیز ناشاد و اینکه آدم خوشحال نیست، حالا آدمو میگیره، به این صورت در میاد دین. چگونه باید کتاب مقدس رو خواند و درست فهمید؟ فکر کنم این چیزیه که شاید سالها، شاید بین همه ایمانداران این هست. بالاخره من چجوری
کلام را بخونم و بفهمم. چه راهی هست؟ ماهیت این کار چیه؟ مثلا ماهیت کتاب مقدس چیه؟ عزیزان، کتاب مقدس یه وجود زنده است. همینجور که من و شما نفس میکشیم، همینجور که گیاهان هستن، حیوانات هستن، کتاب مقدس زنده هست. پس نمیشه راکت گذاشت جایی بگیم که کتاب مقدس هم. اگه زنده است پس حرکت داره، تحول داره، نمیتونی تو جعبه بذاری. باید این رویکرد رو ما داشته باشیم نسبت به کلام خدا. و وقتی میگم زنده است، مثل هر موجود زنده دیگه ای چند قدم جلو میره، چند قدم عقب میاد، حرکت میکنه، عقب و جلو داره. اما ما دوست داریم کتاب مقدس به ما جوابهای درست واضح بده و بگه که به این نتیجه نتایج رو به ما بده. اما کتاب مقدس این کار رو نمی کنه. روش رسیدن به اهداف و نتایج و جایی که ما میخواییم فقط روش رو به ما میده. خود کتاب مقدس مقصد نیست، هدف نیست که ما دنبالش بگردیم ببینیم چجوری ها رو تفسیرش کنیم. نه، یه وسیله است در اختیار ما که برسیم به حقیقت. و متنوع هست، ایستا نیست، زنده است، پویاست، عقب جلو میکنه. کتاب مقدس مانند زندگی همیشه سه قدم به جلو، دو قدم به عقب برمیداره. وظیفه ما اینه که بفهمیم این سه قدم به جلو ما رو به کجا میرسونه. سه قدم به جلو همین هاییست که گفتم، رحمت، بخشش، محبت، عدم خشونت، اعتماد، اینها سه قدم به جلوه. که این سه قدم به ما کمک میکنه متون دو قدم به عقب رو هم برداریم که چیا هستش؟ انتقام، شریعت به جای فیض، قوانین به جای روابط و چیزهای از این قبیل. با من باشید، همینجور یواش یواش میخوایم به یه جایی برسیم. این حقیقت رو نمیتونیم ما تشخیص بدیم اگه تجربه باطنی درونی نداشته باشیم. مسیحیت باطنی، مسیحیت که در درون ما خدا رو چشیدیم، اون مسیحیته که میتونه اینا رو تشخیص بده. اگه ما اون تجربیات درونی رو نداشته باشیم یا ضعیف باشه، کتاب مقدس میاد جای اون تجربه باطنی رو میگیره. این آیه رو همه شما فکر کنم میدونید. که میگه حرف یا نوشته است که میکشه، لکن روح زنده میکنه. پولس از چی داره صحبت میکنه؟ وقتی میگه نوشته و اینها، همه چی، هر چیز نوشته، حتی کتاب مقدس، هر چی، حرف، شریعت، هر چی بخواد باشه به شکل نوشته، اگه ما این تجربه روح نداشته باشیم، بعد یواش یواش یه چیز نوشته شده هر چی بخواد باشه جای اونو میگیره. پس کتاب مقدس رو باید به شکل روحانی خونی. که میگم روحانیت کتاب مقدسی، منظورم همینه. کتاب مقدس عزیزان چی هست؟ یک گلچی نیست از چندین کتاب، درسته؟ چند تا کتاب، 66 تا کتاب گلچی شده، اومده کتاب رو تشکیل داده. روح القدس این نوشته ها رو الهام بخشیده، یا میتونیم بگیم یه جوری هدایت کرده. اما مانند هر تجربه انسانی دیگر،
ما درباره کتاب مقدس هم باید این حرف پولس رو بپذیریم. الحال در آینه به طور معما میبینم، لکن آن وقت روبرو. الان جزئی معرفتی دارم، لکن آن وقت خواهم شناخت چنان که نیز شناخته شدم. پس پولس رسول هم میشه گفت میخواست بگه که منم کتاب مقدس رو خوب نمیفهمم. یه جزئی میفهمم. یعنی کلن اصلا حقیقت رو، حالا هرچی باشه، به کمک کتاب مقدس هم باشه، به هر حال ما جزئی معرفت داریم. مثل اینکه تو آینه، و آینه اون زمانم یه جوری بود که خوب نمیشد دید، کدر بود و اینا، خوب تصویرتو نشون نمیداد. به همین خاطر میگه کدر دارم میبینم، به شکل معما دارم میبینم. در این گلچین کتاب ها یک نوع حکمت الهی در حال شکل گیریه. باید در این گلچین کتاب ها دنبال موضوعات اصلی کلام خدا باشیم، نه به جزئیات بند بکنیم. خداوند کلام را داده، یه چند تا چیز میخواد ما حالیمون بشه، بقیه چیزها در حاشیه هست، برای کمک، برای اینکه ما این چیزهای اصلی رو بفهمیم، که اگه اونو نفهمیم در واقع فایده نداره خوندن کتاب مقدس. باید در این گلچین تنها دنبال موضوعات اصلی باشیم. وقتی ما به مسیح قیام کرده میرسیم، دیگه هیچ چیز در خدا نیست که ما رو بترسونه. قیام مسیح یعنی عزیزم نترس، من زنده‌ام، شما هم زنده خواهید بود. خداوند نشون داد که لزومی نداره ازش بترسیم. نفس خدا در خود بخشش و شالوم الهی میبینیم هست، همونجور که در یوحنا میگه عیسی مسیح دمید و گفت روح القدس رو بیابید، در اونجا بعد گناهان اونایی که ببخشید و سلام بر شما باد، شالوم بر شما بود باد. این نفس خدا در اونجا هست. و می دفعه پیشم گفتم نفس و روح اینا همش یک کلمه‌اند، هم در یونانی هم در عبری. اگه قیام مسیح مکاشفه نهاییه، بگیم ماهیت خداست، قلب خداست، یعنی نشون میده خدا چجوری فکر میکنه، چه قلبی داره، پس ما در یک دنیای امن و سالمی داریم زندگی میکنیم و جای ترس نباید باشه. این به اون معنی نیست که خدای عهد عتیق عوض شده، بعضی ها فکر میکنن اونجور یه جور دیگه بود، حالا عوض شده، بلکه ما وقتی از میان متون کتاب مقدس عبور میکنیم و در تجربیات خودمون عمیق میشیم، رشد میکنیم و یواش یواش این خدای واقعی رو میشناسیم. یه کتابی هستش میگه رشد، چی میگه؟ مکاشفه پیشرونده خدا. در اونجا نشون داده که در واقع خدا همونه، منتها درک ما پیشرفت میکنه و او رو اونجور که هست میشناسیم. به قول عبرانیان باب 1 میگه خدا به زمانهای مختلف جورهای مختلف صحبت میکرد، ولی در این اواخر تمام وجودش رو در عیسی مسیح به ما شناسونده. خدا عوض نمیشه، اما آمادگی ما برای پرستش، پذیرش خدا طول میکشه تا عوض بشه. با کلام خدا و با رابطه باطنی که ما با خدا داریم باید بمونیم، هم کلام و هم رابطه باطنی، و تا یواش یواش گنجایش ما برای خدا بیشتر بشه، برای پذیرش خدای واقعی. اگه کتاب مقدس رو برای رسیدن به برخی نتایج بخونیم، میخونم برای اینکه به اینجا برسم، اینا از رشد ما متوقف میشه همونجا. به همین خاطر
در این تجربه روحانی هی باید گنجایش روحانی ما بیشتر و بیشتر بشه و رشد بکنیم. و حتی اگه خودت تبدیل به اگه اینجوری برای یک مقصد خاصی، برای مقصود خاص و نتیجه خاصی که تازه میخونیم، یواش یواش خودمونم یه آدمی میشیم مغرور و خطرناک، هم برای خودم هم برای دیگران. باید بذاریم کلام خدا بجوشه، زنده باشه، حرکت کنه. گاهی اوقات میبینید توی بایبل استادی ها دعوا سر مثلا یه لغتی در میگیره، اصلا مردم قهر میکنن از هم دیگه. خیلی خنده داره، نه؟ کلام خدا رو میخونیم. خب یه چیزی اینجا درست نیست آخه عزیزان. این کلام خدا برای این نیست. در کتاب مقدس ما صحبت رهایی میکنیم، نجات، تاریخ نجات، تاریخ رهایی که از مراحلی عبور میکنن تا مثلا قوم بنی اسرائیل از مصر تا به کنعان میرسن، از مراحل عبور میکنن. همینطور ما هم از مراحلی باید عبور بکنیم تا به ورای خودخواهی، به ورای دوالیزم که این در مقابل اون، محکوم کردن دیگران، ترس، خودخواهی به اینجا برسیم. در واقع من نجات رو اینطوری میبینم، مراحلی داره. همین نیست که I'm bored again بعد دیگه همه چیز اوکیه دیگه، من چون تولد تازه دارم. نه، ما داریم رشد میکنیم، داریم نجات پیدا میکنیم. متون کتاب مقدس این مراحل رو تشریح میکنه و واکنش‌های سالم و ناسالم نسبت به هر چیز رو نشون میده تا ما تفاوت این دوتا رو یاد بگیریم. چقدر من خوشحالم، چقدر باعث آرامش منه که متوجه میشم که زندگی یه چیز، یه جاده صاف و مستقیم نیست به سمت خدا. نه، این زندگی فراز و نشیب داره، شک و تردید توش هست، شک ها هست، یقین ها هست، و نزدیکی به خدا و دوری از خدا همینجور، همه اینا هست تو این راه. و اینو ما میپذیریم. اینطور نیست که آقا اگه کتابانس رو خوب بلد باشی دیگه جاده صاف مستقیمه، بزن برو. همچین چیزی نیست، زندگی اینطوری نیست. من تا حالا ندیدم کسی راهش به سوی خدا راه صاف و مستقیم باشه. اگه بعضیا میگن، من به گفتشون شک میکنم. همه حقیقت رو نگفتن. همه ما از فراز و نشیبا و اینا میگذریم. اما ما چگونه بفهمیم موضوعات مهم کتاب مقدس به هر حال چی هست؟ چجوری من تشخیص بدم؟ گفتم کتاب مقدس ما میخونیم، باید بدونیم که اصل مطلب چیه، موضوع مهم چیه، موضوعات مهم چیه. اونا مسئله است، نه که همه ریزکاری‌ها رو من حتما باید بدونم و یونانیش و عبریش رو بدونم و اینا. اگه خیلی وارد اینا بشم اصل مطلب ممکنه گم بکنم. دو روش افراطی در تفسیر کتاب مقدس هست. یکی روش قلبیه که هیچ توجه به زمینه علمی بگیم یا زمینه تاریخی فرهنگی نداره، یعنی اون زمان چی بوده و اینها. این روش فکر قلبیه و معمولا اینجور آدما یکمی اخلاق گرام هستن و کتابانسو فقط شاید از این دست بعضی ها تبدیل به اخلاق گرام میشن. روش عقلانی اونه که بیش از حد به نقادی و زمینه تاریخی و فرهنگی و الهیات درست و فلان اینا اونقدر به اینا میپردازه، چسبیده، که بعد هیچ تجربه‌ای واقعی با خدا نداره. این روش قلبی امروزه جایی بین میان متفکری نداره و گاهی اوقات هم باعث غرور و اینا میشه. من نجات دارم، من اینو دارم، بدون اینکه توجه به جوانب تاریخی فرهنگی کتاب دست بکنن. این روش عقلانی
به اونا توجه داره ولی تجربه واقعی با خدا نداره. همشه یونانی اینو میگه، ابریشون رو میگه تو بی خود میکنی، درستش اینه، دعوا را میندازن. اینه که حالا من میخوام تو این درس به یاری روح القدس یه روشی رو پی بگیریم که میان این دوتا باشه. یعنی در این حال که از علوم انسانی مثل جامعه شناسی، روان شناسی و غیر استفاده میکنیم، تأکید بر کار روح القدس در درون ما اونم باشه. یعنی این عالیه که من تجربه روح القدسی دارم در درون خودم و در این حال با متون علمی و روانشناسی و جامعه شناسی اینها هم اینا رو قاطی کردم با هم. من خودم عزیزان هر کتابی تقریبا میتونم بگم فلسفی، روانشناسی اینا بخونم، حتی اگه نویسنده کافرم باشه، حتی اگه از مسیحیتم انتقاد کنه، من لذت میبرم. یعنی برای من خوندن کتاب مقدس و خوندن این کتابای فلسفی و اینا با هم دیگه اصلا لذت بخشه. اصلا فکرم دوالیستیکی نیست که آه اینو میگه پس چرا اینو میگه، اصلا لذت میبرم. حتی اگه یه نفر با من جر و بحثم بکنه، اگه یعنی حرف منطقی بزنه، لذت میبرم. بعضی ها نمیتونن این لذت رو ببرن، حیفه. وقتی ما با این رویکرد تازه شروع کنیم کتاب مقدس رو خوندن، بعد خودی با متوجه موضوع میشیم، نه تنها چون کلام میگه، نه بعضی میگن کلام اینو میگه، نه به خاطر اون که کلام میگه. اگه این روش رو در پیش بگیریم، ما متوجه خدا میشیم، متوجه نه اینکه کلام گفته یا برادر سارو گفته، نه خودت تجربه داری، این تجربه برات مهمه، این ندای درونی برات مهمه. رشد روحانی در اثر یک رقصی میان منابع بیرونی که ما اطلاعاتی کسب میکنیم، روانشناسی، کلام خدا، هرچه که هست، و منابع درونی، اینها با همدیگه دست به دست هم میدن تا ما رشد روحانی داشته باشیم. هم اینشتین و هم کارل یونگ هر دو معتقدند که سوال اساسی بشر اینه که آیا ما با ابدیت در ارتباط هستیم یا نه. ما نمیتونیم معنی کامل زندگی خودمون رو درک کنیم اگه خود را بخش کوچکی از یک هستی بزرگتر ندونیم. یعنی این احساس وابستگی، من همین الان که پرستش انجام میشد، پیام و مریم انجام میدادن، یه احساس شیرین اومد که احساس کردم چقدر من با شما یکیم. این احساس وابستگی یک تجربه شیرینیه که من جدا از شما نیستم، شما جدا از من نیستید. و همینجور فکرشو بکنید، شما جدا از لس آنجلس اگه هستید، یا اصلا از این کره نیستید، یه ذره دیگه خودتون رو ببرین بالا، مثل که از هواپیما نگاه میکنید پایین و این کره رو میبینید، شما بخشی از اینید، بعد یواش یواش میرید کرات دیگه و بعد این کهکشان، بعد این چاله سیاه و فلان و تمام کهکشان های دیگه، من بخشی از همه اینها هستم. این یعنی
غیر دوالیستیکی فکر کردن، یعنی یک پارچگی، وابستگی. ما یک بخشی هستیم از ابدیت، از تمام این هستی. علم ستاره شناسی و بیولوژی اجتماعی مخصوصا بر این سهه میذارند که حالا جاش نیست و شاید بعداً بهش اشاراتی بکنم. کتاب مقدس نشون میده که خدا هم به صورت کاملا مخفی و در این حال کاملا آشکار عمل میکنه. پس برای دیدن خدا باید یک فکر غیر دوالیستیکی داشت. این فکر یک پارچگی رو باید داشت که تمام هستی، خلقت. به همین خاطر من الهیات خلقت رو خیلی میپسندم از الهیات گناه. یعنی الهیاتی که همش شروع شده با گناه. ما این گناه رو بالاخره چه کارش بکنیم؟ باید کفاره بدیم، باید عیسی مسیح بمیره و صلیب. گناه، 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 گناه. انقدر تمام الهیات مسیح شده حول گناه که ما هستی رو فراموش کردیم، خلقت رو فراموش کردیم. و اینطور که گفتم بارها، پیدایش باب یک رو گفتیم برو به دنبال کارت، من پیدایش سه رو دوست دارم که آدم گناه کرد. حالا از اون به بعد دیگه همه الهیات مسیح بر این بنا شده. ادیان به ما میگن برای رسیدن به خدا ما به کلمات نیاز داریم، حرف، به مراسم، به اخلاقیات درست، کلمات درست، مراسم درست. اگه درست نباشه خدا عصبانی میشه. دعای درست، تفسیر درست، 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 همه چی باید درست باشه، والا خدا عصبانی میشه. خدا رو، خدا کامله، شما باید کامل باشین، همه چی باید سر جاش باشه. و میگن اگه بتونی پاسخ درست رو پیدا کنی، اون موقع خدا ازت خوشنوده. دیالله، این گوی و این میدان. انقدر بدو این که جونتون در بیاد. اما کلام خدا نشون میده که این شاگردای زرنگ که راه حل و بلدن، نمره 20 میگیرن، اینا نیستن که خدا ازشون راضیه. خدا دنبال کسانیست که فروتنن. فروتنی اینجا مطرحه، نه پاسخ درست، حتی اخلاقیات درست، دعای درست، تفسیر درست. خوشا به حال مسکینان در روح که هیچی ندارن، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است. ما نزد خدا میرسیم با پذیرش آنچه در زمان و مکان حاضر هست. الان کتاب مقدس از مکان مقدس که معبد باشه، معبد یهودیان، و کار مقدس که شریعت باشه، یعنی جای درست و کار درست، شریعت درست و عقیده درست، از اینا به زمان حال مقدس حرکت میکنه. الان، الان دیگه معبدی نیست، الان دیگه شریعتی نیست، الان دیگه حتی عقیده درست جایی نداره. شما اینو توجه کردید که عیسی مسیح هیچ دینی نیاورد، هیچ شرط و شروطی نذاشت برای انسانها؟ به همین خاطر من عاشقشم، چون خوب منو درک میکنه. عیسی مسیح گفت این مهمه، همین الان، این زمان حال، من تا آخر دنیا همیشه با شما هستم. این مهمه، این زمان حال.
زمان همراه با صبر عملکرد فیض رو نشون میده. از همین رو تبدیل ما طول میکشه. وقتی میخواییم عوض بشیم، تغییر پیدا بکنیم، یه مقدار فیضم با ما کار میکنه و به ما کمک میکنه که این تغییر صورت بگیره. به تدریج تمرکز ما از اعمال کامل، اعمال درست، به حضور، حاضر، همین الان منتقل میشه. الان اون چه که برای من مهمه خداوند و حضور توست، همین حالا، الان در این ساعت، هیچی دیگه مهم نیست. حضور خدا. و همین خاطر این کلمه حضور که در عرفان خودمونم زیاد هست، حضور، حضور، حضور خدا، حاضر خدا. اصطلاح عیسی برای این پدیده، این حضور، این در حال حاضر بودن، چندین اصطلاح به کار می برد. یکی می گفت بیدار باشید. بیدار باشید در این همین الان. Consciously thinking. ببینید همین الان. الانه. الان مهمه عزیزان. و چقدر فکر منفی ما در گذشته برای ترسای آینده همین جور ما را مثل خوره می خوره. خدا در زمان حال است و کسانی که بتونن در زمان حال بمونن خدا را خواهند دید. ای خدا همین الان که ما با هم هستیم، دارم حرف میزنم، تو اینجایی، حضور تو، این برای من مهمه. کتاب مقدسم میخونم برای اینکه این الان اینجا حضور تو باشه. این مهم، این موضوع اصلی کتاب مقدس. یکی از موضوعات مهم کتاب مقدس اینه که خدا در امور عادی بشر، در امور واقعی، عادی، روزانه زندگی، در زمان حال آشکار میشه. این موضوع مهم کتاب مقدسه. و این با اون عقیده در تضاده که خدا فقط در جاهای پاک مقدس هست، فقط در عقاید درست است، فقط در رفتار کامل هست، جای دیگه خدا رو نمیتونی ببینی. پس به من بگید عزیزان، چرا ما در کتاب مقدس کتاب پادشاهان را داریم؟ چرا تواریخ ایام رو داریم، لاویان رو داریم، اعداد رو داریم که وقتی هم میخونیم کسل میشه، میگین اینا چرا در کلام خداست؟ میدونید چرا؟ چون تو اینا بخونید، این اونو میزنه، این به این دروغ میگه، اون زنا میکنه و همین. خب این تو کلام خداست. خدا میگه اینه، بشر اینه. ولی منم تو این جریانام. اینا به ما میگن که خدا به صورت زندگی روزمره سراغ ما میاد. همین که تو خونه هستی، با کسی درگیری داری، زنت یا شوهرت از تو قهر کرده، نمیدونه الان چی کار، خدا تو ایناست. نه، اینا نیست. من فقط خودم آماده کنم روز یک شنبه، مرتب خودم رو بسازم، بزک کنم، برم کلیسا، خدا اونجاست. نه. اگه فکر میکنه اونجاست، پادشاهان و تواریخ و اعداد و لاویان رو بخون ببین چه خبره. آدمای مذهبی فکر میکنن خدا فقط در مراسم مذهبی کلیسا هست، جای دیگه نیست. من دو روزه که صبح من خیلی زود میخوابم شب و طرفای دیگه مثلا سه اینا تقریبا بیدارم، البته بعدم یه چرتی اگه شد میزنم، و میخواستم بلندشم برای رازگاهان اینا، دیدم این منطقه که ما هستیم گنجشک زیاده. بعد یه گنجشکی هست چندین جور آواز میخونه، چهچه میزنه، یه جور دیگه میخونه، نمیدونم. همه جور. بعد شروع کردم با این آواز گنجشک پرستش خودمو داشتن. گفتم
بدون اینکه چیزی بخونم، فقط با این صدا شروع کردم نیایش خدا، پرستش خدا، رازگاهانم رو با صدای گنجش دیروز امروز انجام دادم. چقدر زیبا بود. دوالیستیکی فکر کردن، نه؟ نه این نه، حتما باید بری یه جایی کتاب مقدس رو بخونی اینجوری اونجوری باشه. خدا رو شکر برای کتاب مقدس، خدا رو شکر برای صدای گنجشک، جفتشو خدا آفریده. دوالیستیکی فکر نمی کنی. یک پارچه. معنی تجسد عیسی مسیح هم همین بود که خدا در رویدادهای روزمره این دنیا هست. هدف این نیست که ما موجوداتی روحانی باشیم، بلکه آدم بشیم. شاید اسم این درس رو باید بذارم چجوری طبق کتاب مقدس ما آدم شیم. آدم شدن. یکی از قدیسین گفته که میگه اصلا هدف همینه که ما آدم بشیم. یعنی بشر به تمام معنا شدن. خدا اینو میخواد. تجسد بر دوالیزم خط بطلان کشید. گفت ماده و روح با همان، روحانی و جسمانی یکی شدن و خدا از طریق انسانهای عادی کارشو انجام میده. موسایی که آدم کشته بود، داوودی که زناکار بود، انبیایی که دائما عصبانی بودن، خلاصه خداوند به هر شکلی با اینا کار میکرد. کتاب مقدس از اشخاص خوب و بد، گناهان و سجایای اخلاقی صحبت میکنه. ایمانداران عهد عتیق و عهد جدید هیچ موقع سعی نکردن خودشون رو پاک نشون بدن، دینشون رو برتر نشون بدن، نه هرچی که بوده، نه سانسور کردن، نه هیچی. و بعضیا که کتاب مقدس نگاه میکنن میگن این کتاب مقدس مسیحیان شما، این چی نوشته راجع به حضرت داوود سلیمان؟ عجب چیزایی نوشته، این چطور میتونه کلام خدا باشه؟ همینه کلام خدا. خدا در زندگی روزمره همه ماها و همین نوع کتاب مقدس که بدون سانسور همه چی رو نوشته، همین اتفاقا عزیزان باعث شده که مسیحیان فکر انتقادی داشته باشن. حتی در علم، این پیشرفت‌های علمی که در کشورهای مسیحی نبوده به خاطر این فکر نقادانه، critical thinking، باعث پیشرفت علم و اینا شده. و همینطور انتقاد از خودشون. ما میبینیم مثلا همین تو خود آمریکا چقدر انتقاد از هم دیگه میکنن و اینا، ولی در جوامع دیگه هی بپوشون کسی نفهمه. و این من فکر کنم و مدیون کتاب مقدسی. این آنچه که ما از کتاب مقدس میفهمیم. اوزاد در هم بر هم نشسته رفته و کامل. نمیتونیم با خوندن کلام بگیم که خدا از چه کسی راضی، از چه کسی ناراضه. واقعا همینجوره. آدم گیج میشه. خدا یه کارهایی گاهی اوقات میکنه، یکی رو میبخشه، آه چرا اینو بخشیدی، بعد یه جوری دیگه عمل میکنه. خدا گفته به شما چه ربطی داره، من چی کار میخوام بکنم. این وضعتونه و من هستم تو زندگیتون، منو را بدید تو زندگیتون. خدا در این مورد آزادانه عمل میکنه و تابع قوانین و برداشتای ما از کتاب مقدس نیست. خدا هر جوری میخواد که خودش خوب میدونه عمل میکنه. در واقع هر بار عزیزان اینو بگم، ببینید خدا گفته که گناه نکن، گناه بکنی مجازات داره، اصلا گناه کنی میمیری. بعد خودش اومده زده زیر حرفش، میگه نه من شما رو میبخشم. فکر کردی؟ من شما رو میبخشم. خب بعد میگیم خود چرا؟ میگیم میخوام ببخشم دیگه. حالا بیا برای این خدا قانون بذار، قانون دادگستری و اینا بذار. مگه میشه همچین خدایی رو ببندیم توی یک جعبه هایی رو بگیم همین خدا؟ خدا را شکر برای آزادی خداوند، او هر کاری بخواد میکنه. یهودیان عهد عتیق تاریخ خودشون همون گونه که
اتفاق افتاده بود پذیرفتن، زشت و زیبا، خوب و بد، فجایع زندگی که حتی این فجایع نهایتاً به مرگ عیسی مسیح هم انجامید. همه اینها توی کلام خدا هست. پیش از صلیب نیز ما شاهد زندگی ایوب بودیم. من فکر کنم ایوب نمادی از عیسی مسیح، رنجایی که اون در زمان خودش کشیده، تبعید یهود و همه اینها رو ما در کتاب مقدس میخونه. خب من یک گفتار دیگه هم دارم، اینم بهش توجه کنیم و بعد اگه سوالی چیزی هست بهش خواهیم پرداخت. من میخوام تو این بخشی که صحبت میکنم سه تا شما گنبد یا سه تاق در نظر بگیرید که یکیش کوچیکتره، یکی متوسطه، یکی هم بزرگتره. این کوچیکه رو میتونید داستان من بذارید یا حقیقت من، گنبد من، نمیدونم هر چی میخواید بگیدین. به هر حال این منم. و تاق کوچیکینه، دنیا هست، داستان منه و مخصوصا این در اواخر این من بیشتر مطرحه. اگه شما تاریخ جامعه شناسی رو بخونید، تاریخ اینا بخونید، در گذشته خیلی من مطرح نبوده، ما بودیم، قبیله بود، خاندان بود. ولی شاید بگیم این دو قرن اخیر و به خصوص در کشورهای غربی و آمریکا و اینها این من خیلی گنده تر شده. یعنی اینکه من یه وجودی ام. قبایل دیگه و اینها و در قدیم اینا خیلی مطرح نبود. یعنی هر کسی خودشو جز قبیله و خاندان و اینا میدید، خیلی فردگرایی به این شکل نبود. البته این هیچ ایرادی نداره، کتاب مقدس هم به هر حال فرد و اهمیت میده تا حدی، اما به قدری این فرد بزرگ شده و متنوع و غنی و اینا شده که یواش یواش در عصر ما مثل که یک نیازی برای دگرگونی نمیبینه، برای تغییر. مثل که من اوکی هم دیگه، من همین که هستم باد کردم و خودمم دیگه. هر کسی میتونه خودش باشه و خیلی دیگران مطرح نیستن. و بعد اون گنبد بعدی داستان ما هست. این ما وقتی میگم یعنی گروه من، گروه ما، مذهب من، نژاد من. و بیشتر تاریخ بشر هنوز هم در برخی از کشورها به همین شکله. ما مطرحیم، ما در مقابل اونها. مثلا ما یه جایی میریم، فرزند رفتیم یه کشوری، اونجا میریم چند تا ایرونی با هم فارسی حرف میزنه، این از خودمونم بعد میریم دوست میشیم. این احساس وابستگی که ما ایرونی هستیم ما. یا بعضی ما ارمنی، ما ارمنی ها دوره هم جمع میشن، اینش بس از لاب از کفت، اینش بس این چسانو شروع میکنن، ماییم. یا ما مسیحیان، یه جایی میریم یکی میبینیم میگه I'm born again تو احساس میکنیم که یکی هستیم. این به هر حال از نظر نژادی، مذهبی یا همکار، شما مثلا پرستار دیگه میبینید، این احساسو دارید. یه همچی داستانی هم هست که این ما هستیم. ولی بعد گنبد بزرگتر، داستان ناب یا حقیقت بزرگتر، داستان بزرگتر، حالا نمیدونم هرچی میخواد اسمشو بذارید، مهم اینه که این ستا رو از هم دیگه تفکیک بکنیم، خیلی بزرگتر از هر گروه یا فرقه مذهبیه. و کتاب مقدس هر سه اینو
در نظر داره. این کوچیکه، این داستان من، اون نفس یا من کوچیکه که متاسفانه حتی بعضی مسیحیان هم اهمیت زیادی بهش میدن. احساس من، عقاید من، شهرت من، کلیسای من، ثروت من، 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 من. و تقریبا میتونم بگم که یعنی تمام مدت فکرشون با خودشون درگیره. من حالا چه احساسی دارم؟ الان دستم میخوره یا نه؟ پام الان درد میکنه یا نه؟ چی بخورم که حالم خوب بشه؟ یعنی اصلا دیگران مطرح نیستن. اگه دیگرانم باشن خب اون برای من چه کار کرده؟ همش منم، من. این من چند سباهی عمر داره و خسته کننده است. آخه شما چقدر دیگه با خودتون بر برین؟ این منم، 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 همه صحبت ها راجع به خودتون بشه. اصلا از نظر روحی هم خیلی ناسالمه که ما همش به فکر خودمونیم. بسیاری از مردم تمام عمرشون راجع به این من کوچولو، این یا small self بگیم or false self، این من دروغین شاید بشه گفت. حالا نمیدونم، حالا هر کسی یه اصطلاحی به کار میبره، روانشناسی، جامعه شناسی، نه به هر حال این من، فقط حالا هر جور میخواید اسم بدید بهش، خودمحوره، زود میرنجه چون همش به فکر خودشه دیگه، میترسه، خودنمایی میکنه. و ماندن در این دنیای کوچیک اغلب شخص رو همینجور که گفتم بیمار میکنه. چنین اشخاص معمولا شاد نیستن زیرا موجودیتشون در اصلا هیچ جا بند نیست، خودشون هم مثل یه حباب، یعنی پایه محکمی، شالوده ای ندارن، فقط خودشونن، به جایی بند نیستن. به قول عیسی مسیح در یوحنا 15:5 میگه شاخه‌ای هستن جدا از تاک. وقتی از این نفس کوچیک یا دروغین فراتر می رویم، اون موقع از آزادی و رهایی رو تجربه می کنیم. وقتی به داستان ما و داستان بعدی، داستان ما و داستان ناب اون بالا می رسیم، دیگه نیازی من به دفاع از من کوچیک ندارم. اینک به دنیای بیکران وصل شدم و میتونم چه در این دنیا و چه در ملکوت خدا مفید واقع بشم. ولی اگه همینجور بمونم این در من خود، در این حقیقت من، در داستان من، هیچ فایده ای نداره. یعنی واقعا زندگی اسفناکیه. بعد میرسیم به داستان ما. حوزه معنای بزرگتر از داستان من، داستان ما هست. این تاق یا گنبد گروه ما، جامعه ما، کلیسای ما، خانواده ما، ملیت ما، جنسیت ما، زنها، مردا، برادران، خواهران، نژاد ما. ما همچون موجود اجتماعی البته به این داستان نیاز داریم. همین حالا که ما جمع شدیم احساس میکنیم این داستان ماست، این ماییم. چرا همه با هم راجع به یک موضوع خاص صحبت میکنیم و گرایش ما یه چیزی هست، علاقه ما یه چیزی هست و این لازمه، انسانها لازم دارن اینو. در این داستانه که ما احساس تعلق و امنیت میکنیم. گاهی این حس تعلق به گروه گاهی اوقات خیلی اگه بیش از حد قوی باشه جای تشنگی برای خدا رو میگیره. به همین خاطر اینو باید مواظب باشیم در یه حد خودشه، چون ما هنوز داستان اصلی رو داریم. در نتیجه این طاق دوم مانعی میشه برای رسیدن به این طاق سومی اگه درست باش رفتار نکنه، اگه افراطی باشه. آدم های ریسیست و نمیدونم اینا همش اینجان دیگه، یا حزب دموکراتی اینجوری، اگه بیش از حد باشه خطرناکه و
ممکنه آسیب برسونه. گاهی شبانان در اینجا اونقدر عشق خدمت دارن، عشق وابستگی به گروه و کلیساشون دارن که یواش یواش در دلشون شوقی نمیمونه برای خدا. همین خدمت و اینا پر میکنه اونجا رو، دیگه تشنگی نسبت به خدا از بین میره. عیسی مسیح هرگز پابند به این شکل، پابند گروه خاصی نبود، هرچند داشت شاگردان و اینا، ولی پابند و اسیر نبود. هرچه بیشتر به طاق بالاتر، طاق ناب نزدیکتر بشیم، کمتر به این مرزا نیازمند خواهیم بود که حتما خیلی مرز خشک و غیر قابل انعطاف داشته باشیم. معمولا ما در نیمه دوم زندگی خودمون نیاز به وابستگی اینا کمتر میشه، مخصوصا این من خودم رو نشون بدم اینها، و مثل که بیشتر ما میتونیم واقعا با در حتی تنهایی با خداوند خوشحال باشیم، شاد باشیم. کافیه ما خودمون باشیم، نقش بازی نکنیم، بی ریا باشیم، و به قول آگوستین اگه خدا را دوست داشته باش و هر کاری میخوایی بکن. و بعد میرسیم به این داستان ناب، به این داستان اصلی. بزرگترین و آخرین طاق حوزه کیهانی، کیهانی معناست که حقیقت ناب. این دیگه این صحبتی که از کهکشان‌ها و کیهان و مسیح کیهانی می‌کنیم در واقع همش تو این داستان ناب می‌گنجه. این طاق تکمیل کننده دو طاق قبلی هستش. در این حقیقت ناب، داستان ناب، بخشیدن یا محبت همیشه در اینجا هست و شفا بخشه و برای همه هست، بدون تبعیض برای اینکه طرف مسیحی، بودایی، مسلمان، گبر، هر کی بخواد باشه. اینجاست که ما در همه این مرزها رو میشکافیم و به یک جایی میرسیم کیهانی، که در اونجا همه رو یکسان میتونیم ببخشیم، دوست داشته باشیم. و واقعا هم در اینجا همه معنی محبت و عشق رو میفهمن. یعنی شما به یه بودایی هم بگی محبت میفهمه، به یه مسلمون هم بگی محبت رو میبینه میفهمه. این محبت و بخشیدن و اینا یه چیزهاییست که در همه ادیان هست به یه شکلی. بعضی میخوام بگن که نه، من این که مثلا مسیحی هستم و فلانی و دوست دارم، این یه چیز دیگه است، این آگاپه هست، اون نیست که مثلا یه مسلمون یکی رو دوست داره. من میگم نه، دوست داشتن دوست داشتنه. به قول شاعر میگه راه تو به هر روش که پویند خوش است، وصل تو به هر جهت که جویند خوش است، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است. محبت برای همه محبته، حتی اگه انگیزه ها و نشانه هاش هم فرق بکنه بازم محبته. چند وقت پیش یه چیزی میخوندم خیلی خوشم اومد، میگه باران باش و ببار و نپرس کاسه های خالی از آن کیست. برای رسیدن به حقیقت ناب باید از دو حقیقت من و ما عبور بکنیم. ما عزیزان، مشکل بعضی مسیحیان دو آتشه، فاندمنتالیست به انگلیسی میگن، اینه که میخوان یه جوری بپرن به این داستان ناب. یعنی چی؟ یعنی بدون اینکه داستان خودشونو
که شامل گناهان، قصورات، همه این چیزا هست و حتی چیزای خوب، عطایا و اینها توجه کنن، میخوام به مردم در اینجا راه راستگاری رو نشون بدن. یعنی اینا میگن این دوتا ولش کن، این مهمه، ولی مهم یعنی چی؟ یعنی من میتونم به مردم بگم که برن اینجا، ولی نه عزیزم، تو باید از اینا بگذری، خودت برسی به اینجا و بعد به مردم بگی حالا بیایید اینجا. بدون گذشتن از گناهان خودت، از توبه و همه اینها، تو نمیتونی برسی به اینجا. و اینا گاهی اوقات با حرفایی که میزنند خودشونو مثل این که بهتر از دیگران میدونن، رسیدن، نجات یافتن، حالا بقیه هن که باید نجات پیدا کنن. ولی کسی که از اینا گذشته، گناهان خودشو میدونه، تقصیراتشو میدونه و همینجور در این جاها از اینا عبور کرده، بوده و عبور کرده، شخص فروتنیه. اینجا که میرسه از روی تجربه حرف میزنه. تو نمیتونی اینا رو ندیده بگیری، بری دانشگاه درس بخونی و به اینا راه خدا رو نشون بدی. نمیشه. باید بگذری از اینا. و الا مردم رو با حرفات جریحه دار میکنی. چنان که عطار میگه، می افکن در سخن کس را به خاری، خود افکن باش اگر استاد کاری. بنابراین ما باید بدونیم که ما هم بخشی از تاریخ هستیم، از فرهنگ هستیم، از دین هستیم، چه خوب و چه بد، ما هم از اینا گذشتیم. ما یه چیز جدا بافته نیستیم. ما هم با همین بشرها هستیم که هستن همه جا. از اینا هستیم. هستن کسانی که سخنان روحانی درباره خدا میگن ولی هیچ مایه و اصالت ندارن. مثل که توتیواری چیزی یاد گرفتن و میخوان همینجور به خورد مردم بدن. رسیدن به این مرحله سوم ما را از غرور من مغرور و همینطور از داستان از بت پرستی ما که ما اونقدر گروه و دوست داریم جای خدا گذاشتیم. من نژادم اینه، من مذهبم اینه، من فلانیم، من به این گروه بستگی دارم. از اینا رها میکنه ما رو. شخص روحانی بالغ به هر ستاق معنا، هر ستاق معنا که اینا همراهشون برای خودشون حقیقتی معنایی دارن توجه داره و به تمام معنا زندگی میکنه، واقعا زندگی که همه اینا رو در نظر داره. این خبر خوش ما که ما دردهای شخص و در فرهنگ کوچک خود گرفتار نیستیم، میتونیم به اینجا برسیم. ما در حاله ای از حقیقت ناب و دوست داشتنی زندگی میکنیم که هر چیز برای خیریت به کار میره. عیسی مسیح این نوع زندگی رو به ما یاد داد و گفت اسمش هست ملکوت خدا. سلسله دروس روحانیت کتاب مقدسی.